نوجوانان چه می نوشته دیوید ویلکرسون ترجمه تا میکائیلیان فصل چهارم وقتی به ماشین خود که هنوز در خیابان برودوی متوقف بود رسیدم مایلز از دیدن من واقعا خوشحال شد و گفت ترسیدم بلایی به سرت اومده باشه برای او تعریف کردم که چگونه در مدتی کمتر از نیم ساعت با دو دسته آشنا شدم. مایلز اظهار داشت. حتما متوجه شدید که اگر شما را از دادگاه بیرون نمی کردن و عکستان در روزنامه ها چاپ نمی شد هیچ وقت امکان نداشت که بتوانید با این دسته ها آشنا شوید. با ماشین به مرکز شهر رفتیم و به اداره دادستانی مراجعه کردیم زیرا هرچند می دانستیم که با ما به خوبی رفتار نخواهند کرد ولی راه دیگری برای رسیدن به آن هفت نفر نداشتیم. به متصدیان مربوط در دادستانی گفتم کاش میتونستم برای شما ثابت کنم تنها مقصودی که از ملاقات این جوانان دارم این است که برای اصلاح آنها اقداماتی بنمایم. آقای کشیش اگر سخنان شما حتی وحی منزل هم باشد باز امکان ندارد که بتوانید این هفت پسر را ملاقات کنید. بدون اجازه دادرس تنها راهی که برای ملاقات وجود دارد این است که از تمام والدین آنها اجازه کتبی بگیرید. راه دیگری برای رسیدن به هدف باز شده بود. ممکن است خواهش کنم نام و نشانی آنها را به من بدهید؟ خیلی متاسفم چون این اجازه ای نداریم. دوباره به خیابان آمدم و صفحه مجله لایف را که کهنه شده بود از جیب خود درآوردم. نام رهبر دسته را که لوئیس آلوارز بود در آنجا پیدا کردم مایلز در ماشین بود که من به مغازه شیرینی فروشی رفتم و یک اسکناس پنج دلاری را که تنها موجودی ما بود خورد کردم سپس به تمام آلوارز ها که نامشان در دفتر راهنمای تلفن وجود داشت تلفن کردم فقط در مانهاتان بیش از دیویست آلوارز وجود داشت تلفن می کردم و می پرسیدم منزل لویس آلوارز متهم به قتل مایکل فارمر را می خواستم. بعضی عصبانی می شدن. بعضی جواب نمی دادن. بعضی گوشی را محکم با عصبانیت پایین می گذاشتن. تقریبا چهل شماره گرفتم و معلوم شد که از این راه نمی توان به هدف رسید. نزد مایلز برگشتم. هر دو ناامید شده بودیم. نمی دونستم چه باید کرد. در همانجا در داخل ماشین در کنار آسمان خراشهای عظیم سر خود را خم کرده و مشغول دعا شدم. خداوندا تو اراده فرمودی که ما به این شهر بیاییم پس ما را راهنمایی فرما در حال حاضر راه چارهای به نظر ما نمیرسد ما را رهبری فرما تا مطابق میل تو اقدام نماییم در نام مسیح آمین بدون اینکه هدفی داشته باشیم به آرامی مشغول راندن ماشین شدیم و به طرف شمال رفتیم. در میدان تایمز در میان تعداد بیشماری ماشین گیر کردیم. وقتی از آنجا خلاص شدیم در پارک مرکزی سرگردان ماندیم. چند بار دور زدیم تا بالاخره متوجه شدیم که راه های آنجا همه حلقه وار به هم متصل هستند. از یکی از راه های خروجی از پارک خارج شدیم و تصادفاً به خیابانی رسیدیم که مرکز هارلم اسپانیایی ها بود. ناگهان باز به طور عجیبی احساس کردم که باید از ماشین پیاده شوم. به مایلز گفتم باید در جای مناسبی پارک کنیم. در اولین فرصت ماشین را پارک کردیم. از ماشین پیاده شدم و چند قدم جلو رفتم ولی با سرگردانی در جای خود متوقف گشتم. احساسی که در من وجود داشت از بین رفته بود. چند پسر در جلوی ایوانی نشسته بودند. از یکی از آنها پرسیدم منزل لوئیس آلوارز کجاست؟ پسرها با ترش روی به من خیره شدند و جوابی ندادند. باز بدون هدف به قدم زدن ادامه دادم. پسر سیاه پوستی دوان دوان به طرف من آمد و پرسید که منزل لویس آلوارز رو میخواهید؟ گفتم بله. با تعجب به من نگاه کرد و پرسید همون پسری که به خاطر کشتن پسر مفلوج در زندانه؟ بله اونو میشناسی؟ پسر هنوز با تعجب به من نگاه میکرد و پرسید اون ماشین مال شماست؟ من که از سوالات او خسته شده بودم گفتم بله ماشین منه چطور؟ پسر شانه های خودش رو بالا انداخت و گفت آقا شما درست جلوی منزل او پارک کردین. نزدیک بود از تعجب شاخ در بیارم. با انگشت خود به خانه ای که, که ماشینم در مقابل آن متوقف بود اشاره کرده با صدایی که شبیه زمزمه بود پرسیدم منزلش اونجاست پسر با تکان دادن سر جواب مثبت داد من گاهی با تعجب از خدا پرسیدم که چرا بعضی از دعاها بدون جواب میمونه ولی گاهی طرز مستجاب شدن دعا به قدری عجیبه که انسان نمیتونه باور کنه ما از خدا تقاضا کرده بودیم که ما رو راهنمایی کنه و او هم ما رو درست در مقابل خانه لویس آلوارز متوقف ساخته بود. با صدای بلند فریاد زدم خداوند بسیار متشکرم. پسر پرسید چی گفتین؟ به او گفتم بسیار متشکرم. از کمکی که به من کردی واقعا ممنونم. روی صندوق پست نام آلوارز در طبقه سوم نوشته شده بود. به صورت به طبقه سوم رفتم. محلی بود تاریک و دارای بوی نامت بود. روی در نام آلوارز را خواندم و صدا کردم آقای آلوارز. یک نفر از داخل سخنانی به زبان اسپانیایی گفت و من اون رو به عنوان اجازه دخول تلقی کردم و وارد شدم. بر روی صندلی سرخ رنگی شخص لاغری با چهره سیاه رنگ نشسته بود و تسبیحی در دست داشت. به طرف من نگاهی کرد و نور شادی در چشمانش درخشید. با صدای آهسته ای گفت آقای دیوید شما همون واعظی هستین که پلیسا از جلسه دادگاه بیرون کردن؟ من گفتم بله و داخل شدم. آقای آلوارز برپا خواست و گفت من دعا می کردم که شما تشریف بیارین. به پسرم کمک خواهید کرد؟ جواب دادم آقای آلوارز من خیلی مایلم کمک کنم ولی اجازه نمی دهند با اونها تماس بگیرم. باید اجازه کتبی از شما و از والدین سایر پسرها داشته باشم. آقای سنور آلوارز در حالی که از کشوی آشپزخانه مداد و کاغذ در میآورد، اظهار داشت من همین حالا برای شما خواهم نوشت. موافقت خود را در مورد ملاقات من با پسر خود نوشت و به من تسلیم نمود. پرسیدم نامونشانی والدین سایر پسرها رو می دونین؟ جواب داد نه خیر اشکال همینه که من از نزدیک مراقب پسرم نیستم همونطوری که خدا شما را راهنمایی فرمود که به اینجا آمدید در یافتن سایر والدین نیز به شما کمک خواهد کرد بدین طریق چند دقیقه بعد از وقتی بدون مقصد در خیابان هارلم پارک کردیم من اولین موافقت نامه را در دست داشتم از منزل آقای آلوارس خارج شدم و با خود می اندیشیدم که شاید در جواب دعاهای این پدر بوده که خدا مرا به این خانه راهنمایی کرده است. ولی فکر دیگری به مغزم خطور کرد و آن این بود که شاید این آدرس را قبلا در جایی دیدم و در شعور باطنم باقی مانده است بدون اینکه خودم از اون اطلاعی داشته باشم. وقتی در این باره فکر می کردم و از پله های تاریک پایین می آمدم، اتفاق دیگه ای روی داد که شعور باطن نمیتونست کوچکترین دخالتی در اون داشته باشه. در یکی از پیچهای راه پله با پسر 17 ساله ای که با سرعت بالا میدوید برخورد کردم. بدون اینکه توقف کنم گفتم خیلی معذرت میخوام. پسر به من نگاهی کرد و زیر لب کلماتی به آهستگی زمزمه کرد و به دویدن ادامه داد. وقتی من زیر چراغی که از سقف آویزان بود رسیدم آن پسر برگشت و دوباره به من نگاه کرد و پرسید شما همون واعظ نیستین من سر خود رو برگردانیدم پسر با دقت به من نگاه کرد و گفت شما همون شخصی نیستید که از جلسه دادرسی لوئیس از دادگاه اخراج شد جواب دادم بله من دیوید ویلکرسون هستم پسر دست خود رو به سوی من دراز کرد و گفت آقای کشیش، نام من آنجلو مورالز است و عضو دسته لوئیس می باشم. گمان می کنم شما به ملاقات خانواده آلوارز آمده بودید. برای آنجلو شهر دادم که برای ملاقات لویس احتیاج به اجازه کتبی پدرش داشتم و به همین دلیل نزد او آمده بودم. ناگهان متوجه شدم که آنجلو را خدا در راه من قرار داده است و به او گفتم من باید از والدین هر هفت پسر اجازه کتبی داشته باشم. آقای آلوارز نشانه آنها را نمیدانست. شما میدونین؟ آنجلو در تمام قسمت های هارلم اسپانیایی ها با ما همراهی کرد و محل سکونت والدین تمام پسرها را به ما نشان داد. وقتی مشغول راندن بودیم، آنجلو درباره خودش اطلاعاتی به ما داد. در شبی که قتل مایکل بارمر واقع شد، قرار بود او هم همراه دسته باشه، ولی بر اثر دندان درد نتونست بره. او برای ما شهر داد که بچه ها در آن شب نقشه مخصوصی نداشتند و اگر تصادفا مبادرت به قتل فارمر نمیکردند خرابکاری دیگه به بار می و یا با دسته های دیگه نظام می کردن. آنجلو اطلاعات زیادی به ما داد و بعضی از موضوعاتی را که برای ما مبهم بود کاملا روشن ساخت. اعضای این دسته ها همگی خسته و تنها و عصبانی بودند. آنها به دنبال حوادث ماجراجویانه میگشتند و در جستجوی رفاقت و دوستی و تشنه محبت بودند. آنجلو استعداد عجیبی برای روشن ساختن موضوعات داشت. او پسری بود زیرک و جذاب و مایل بود به ما کمک کند. من و مایلز توافق کردیم که اگر سایر نقشه های ما عملی نگردد، اقلا باید با آنجلو مورالز پیوسته در تماس باشیم و راه نجات را به او نشان دهیم. در مدتی کمتر از دو ساعت اجازه کتبی تمام والدین در دست ما بود در موقع خداحافظی با آنجلو نشانی او را یادداشت کردیم و به او قول دادیم که با او در تماس خواهیم بود به مرکز شهر رفتیم قلبهای ما از شادی لبریز بود و با خوشحالی در ازدهام برودوی رانندگی میکردیم شیشه های ماشین رو بالا کشیدیم و سرود های شادی آوری که از کودکی در کلیسا یاد گرفته بودیم با صدای بلند می خاندیم. موجزات غیر قابل انکاری که ظرف چند ساعت رخ داده بود ما را بیش از پیش مطمئن ساخت که اگر از خدا طلب هدایت و راهنمایی نماییم درهای جدیدی در مقابل ما باز خواهد شد. وقتی مشغول سرود خواندن بودیم به هیچ وجه نمی توانستیم پیش بینی کنیم که چند دقیقه بعد درهایی که در مقابل ما باز شده بود باز بسته خواهد شد. زیرا این اجازه نامه ها هم نتوانست این امکان را به وجود آورد که با هفت پسر ملاقات کنیم. دادستان ناحیه از این که ما به این زودی برگشته خیلی تعجب کرد و وقتی اجازه نامه ها را به او ارائه دادیم مثل این بود که چیز بسیار غریبی دیده است. به دفتر زندان تلفن کرد و گفت اگر پسرها مایل باشند ملاقات ما با آنها مانعی ندارد در خود زندان مانع بزرگی در راه ما ایجاد شد و علت این مانع نه پسرها بودند و نه مقامات دولتی بلکه یک کشیش کشیش زندان که با این پسرها تماس داشت نظر داده بود که صلاح نیست شخص روحانی جدیدی به ملاقات آنها بیاید هر هفت پسر تقاضا نامه کتبی امضا کرده و نوشته بودند مایلیم با کشیش دیوید ویلکرسون ملاقات نماییم کشیش زندان کلمه مایلیم را خط زده و به جای آن نوشته بود مایل نیستیم هر قد سعی کردیم که متصدیان مربوطه را متقاعد نماییم کوشش ما بیفایده بود یک بار دیگر در کمال سرگردانی از پل جورج واشنگتن عبور کردیم و نمی توانستیم درک کنیم که چرا بعد از موفقیت های پی در پی ناگهان به بنبست برخورده ای. در آن شب وقتی نیمی از راه را پیموده بودیم ناگهان نور امیدی شروع به تابیدن کرد و من با صدای بلند فریاد زدم به به فهمیدم مایلز پرسید چی فهمیدی؟ گفتم فهمیدم چیکار کنم خیلی خوشحالم که موضوع حل شد. راه تازه ای که به نظرم رسیده بود این بود که با شخص برجسته یعنی پدر بزرگم ملاقات نمایم و از او راهنمایی بخواهم.